27 اسفند در افغانستان به عنوان روز ملی خبرنگاران ثبت شده است. نی یا نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان به مناسبت 27 اسفند روز ملی خبرنگاران گفته است که فعالیت کار رسانه‌ای و خبرنگاری در کشور هر روز بدتر از قبل و در حال وخیم شدن است و بسیاری از رسانه‌ها به دلیل چالش‌های موجود و مشکلات اقتصادی فعالیت خود را متوقف کردند. این نهاد حامی رسانه‌ها در افغانستان گفته است که صدها خبرنگار در این مدت با توقف فعالیت رسانه‌ها بیکار شده و یا کشور را ترک کردند. این نهاد افزوده است که خشونت‌ها در برابر خبرنگاران هر روز بیشتر می‌شود. نی از طالبان خواسته است تا به فعالیت رسانه‌ای و آزادی بیان در افغانستان احترام بگذارند. گفتنی است که با تسلط طالبان بر افغانستان، آزادی بیان و رسانه‌ها با سرکوب و سانسور شدید مواجه شدند. شمار زیادی از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای به دلیل هراس از طالبان افغانستان را ترک کرده و به کشورهای دیگر به ویژه پاکستان و ایران پناه بردند. طالبان با شکنجه و بازداشت خبرنگاران مانع گردش آزاد اطلاعات می شوند و فضای رسانه‌ای را به شدت زیر سانسور و اعمال محدودیت قرار دارد. بر بنیاد آمارهای تایید شده در حال حاضر دست کم 300 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در پاکستان و بیش از 100 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در ایران به سر می برند. آقای حسین احمدی از تهران با ما هستند. آقای احمدی سلام علیکم، وقت شما بخیر. سلام، خوبین؟ حالتون خوبه؟ تشکر میکنم. آقای احمدی، وضعیت فعالیت رسانه ها و آزادی بیان را در افغانستان چگونه میبینید؟ بفرمایید. خب ممنون از این که نسبت به وضعیت خبرنگاران افغانستان توجه دارید. خب ما در آستانه روز خبرنگاری، روز جهانی خبرنگار قرار داشتیم و یک انفجار شد در استان بلخ و شهر مزار شریف که متاسفانه 12 خبرنگار زخمی شدند و 2 خبرنگار رو هم از دست دادیم و به شهادت رسیدند و این خود نشان میده که وضعیت افغانستان، وضعیت خبرنگاران در افغانستان چگونه هست. و اگر ما بیشتر روی وضعیت خبرنگاران، روی جزئیات بریم، مشکلات اقتصادی و بیکاری از یک طرف خبرنگاران افغانستان را تهدید میکند، چون اکثر خبرنگاران افغانستان پس از سقوط کابل بیکار شدند و با مشکلات اقتصادی شدیدی دست و پنجه نرم میکنند. و از سوی دیگر هم مشکلات همچون سانسور برای کسایی که هنوز در وظیفه هستند، با مشکلات همچون سانسور و عدم دسترسی به منابع و اطلاعات مواجه هستند و همچنان در قسمت بازتاب مشکلات مردمی واقعا با مشکلات زیاد مواجه هستند و اصلا از سوی حکومت فعلی اجازه گرفتن مصاحبه و اجازه گرفتن کلیپ یا همون مصاحبه ندارند و این مشکلات باعث شده که خبرنگاران، کسانی که فعلا در وظیفه هستن، هم با مشکلات زیاد مواجه باشن و خبرنگارانی که وظایفشون را از دست دادن همچنان با مشکلات شدید اقتصادی دست و پنجه نرم کنن. بله آقای احمدی، گفته میشه صدها خبرنگار به دلیل ترس از طالبان به کشورهای همسایه پناه بردن. وضعیت این خبرنگاران چگونه است؟ بفرمایید. ممنون، سوال خیلی خوبی کردید. ممنون از سوال شما. قبل از اینکه این موضوع را یادآور شوم که چی وضعیتی دارن خبرنگارا، دوست دارم بگم که متاسفانه جامعه جهانی و نهادهای حامی خبرنگاران در کل، سازمان‌ها خبرنگاران را وعده دادند که اونها در کشورهای سوم بیاین و ما با اونها کمک خواهیم کرد که به مشکلاتشون رسیدگی شد و به کشورهای امن‌تر و کشور بهتر انتقال پیدا کنند. ولی خب متاسفانه اونا هم فقط یک تبلیغ بود و هیچ گونه جامعه عمل نپوشید و همین باعث شد که صدها خبرنگار در پاکستان و ایران
با مشکل بی سرنوشتی مواجه شوند و فعلا مشکلات خبرنگاران در کشورهای همچون ایران و پاکستان مشکل اندهشان یک مشکل اقتصادی هست، چون اکثر خبرنگاران که اینجا آمدن وظایفشان را از دست دادن و اصلا هیچ وظیفه خاصی دیگری هم ندارن. اکثر خبرنگاران اینجا یا با کار شاقه رو آوردن و یا هم بیکار هستن و با خانواده هایشان با مشکل شدید اقتصادی دست و پنجه نرم میکنن. و مشکل دیگر هم مشکل ویزا و اقامتیشان هست، چون هنگامی که اینها در کشورهای همچون پاکستان یا ایران آمدن ویزایشان بیش از یک سال دیگر تمدید نمیشه. نهایت اگر تمدید شه همون یک سال میتونن در این کشورها دوام بیارن، بعدن که اینا ناگزیر هستن دوباره به کشور خود برگردن و همه مشکل باعث میشه که اینا در یک حالت شدیدی بی سرنوشتی قرار بگیرن. از یک طرف هم کشورهایی که به اینها وعده داده بودن که ویزا صادر میکنن و اینا را انتقال میدن، امروز به بهانه های مختلف همچون معضل اوکراین و همچون مشکلات داخلی خودشون، اینها تقریبا میتونیم بگیم که پشت کردن به خبرنگاران و اصلا توجه خاصی به خبرنگاران ندارن و همین باعث شده که خبرنگاران کلن در یک بی سرنوشت قرار بگیرند. آقای حسین احمدی از تهران با ما همراه بودند.